امروز میخوام طرز پاک کردن سیراب شیردون بهتون نشون بدم. البته روش‌های مختلفی رو مردم استفاده میکنن. در بعضی از کشورها توی آب آهک میخوابونن، بعض جاها کارهای دیگه انجام میدن، ولی من همون روش متداول قدیمی که مادر بزرگها درست میکردن رو انجام میدم براتون. برای انجام این کار معمولا سه تا دست باید استفاده میشد، چون یکی این طرف رو میگرفت، یکی اون طرف رو میگرفت، با یه دستم که اینا رو میکندن. حالا من یک روشی رو بهتون نشون میدم که یک نفر هم بتونه از عهدش بر بیاد. برای این کار اول اینها رو من میبرم به اندازه کف دست، یک کمی بزرگتر که راحت تر بشه اینها رو تمیزشون کرد. مشاهده کنید، به این ابعاد اینها رو بریدم که راحت تر بشه اینها رو تمیز کنید. برای شروع یک کتر آب گرم رو من داخل این قابلمه میریزم. البته این آب رو من میذارم روی اجاق که همونجور حالت جوشیده باشه. این صفحه که روش مواد خورد میکنیم رو اینجوری میذارم توی ظرفشویی. خب برای شروع یه تیکه رو ببینید برداشتم، با چاقو اینجوری سوراخش کردم. این رو میگذارم توی آب جوش حدود 5 تا 10 ثانیه، نه بیشتر. بعد میارمش اینجا. توجه کنید، با همون 10 ثانیه که توی آب بود به این صورت این کنده میشه. حالا این کمی خنک‌تر شده، میتونم دستم رو چیز کنم بگیرمش. ببینید، حالا من این رو همین اینجا میشورم بهتون نشون میدم. کنید به این تمیزی شد. با همین عمل بعدم بعد از که اون بر رو تمیز کردیم این بر رو میشه تمیز کرد. همین یه دونه دیگرش هست. احتیاج داره که آهک بریزیم، نه احتیاج داره که مواد شیمیایی دیگه بریزیم. به همین طریق این راحت کمه میشه. یه دمی که خنک‌تر میشه که با دست میتونیم بگیریم. در واقع این دست سوم من این صفحه هست، دو دست دیگه هم که به این خوبی داره کار میکنه. بیشتر از 15 ثانیه نباید بگذارید، چون این اگر یکمی بیشتر پخته بشه، گرما بهش وارد بشه، کنده شدنش سخت‌تر هست. کم باشه سخته، اگر زیادم بگذارید بازم سخته. فیلم ها رو که نگاه میکردم موقع تمیز کردن من خیلی دستم بالا بوده و زیاد دیده نشده. بدین صورت بود که من توضیح میدم، زمانی که از توی آب میمد بیرون من با کارد اینجا رو میگرفتم چون گرم بود و این رو اینجوری میکشیدم. موقعی میکشیدم تمام میشد، بعد یکم خنک‌تر میشد با دست میتونستم این رو کنترلش کنم. امیدوارم که این قسمت هم بتونه
راهنمایی براتون باشه که کارتون رو انجام بدید. با چه سادگی تمیز کردن این ورم خیلی راحت است. یه همچی پوسته نازکی رو که ازش بگیریم اینا همش کنده میشه. بینید؟ به این طریق تمام اینها تمیز شد. الان کاری که من میکنم با یه کمی آب سرد اینها رو بازم یه آب کشی میکنم، این گوشه هایی که اینجوری مونده اینها رو تمیزش میکنم و بعد از اون یه کار دیگه میکنم که بهتون نشون میدم. خب دوستان، تمام رو تمیز کردم، حتی من این پشتش رو هم تمیز کردم، مثلا جایی که دیگه نمیتونستم به این صورت، یعنید این هم که یه کمی لکی داره اینا رو هم تمیزش میکنم به این صورت با قیچی قشنگ برش داشتم. من یکی که الان چیزی نیست ولی خواستم بهتون نشون بدم، ببینید اینا رو تمام من این چربی هایی که پشتش بود و یه کمی آغشته به چیزهای دیگه بود، خوب نبود، تمام اینا رو به این صورت میبینید قشنگ جدا میکنم. بعد از اون هست که این با یک دفعه شستن وقت کارهای دیگه باش میکنم که بشه در واقعیت چیز خونگی، غذای خونگی، چون من دوست دارم که این با غذای بیرون که شما میریم میخری یه مقداری فرق داشته باشه. تمیز کردن داخلش هم تموم شد، به این صورت اینا رو هم برداشتم که دیگه هیچ گونه جای شک و شبهه‌ای نباشه. اینا باید بیرون ریخته بشه. این کاری که میخوام انجام بدم این از نظر اصول بهداشتی هست. بالاخره شما خودتون میدونید که شکم گوسفند، شکم آدمیزاد پر از میلیون ها باکتری هست. این باکتری ها بعضی هاشون شاید از بین رفته باشن، شاید هم وجود داشته باشن. به خاطر از بین برن سرکه یکی از دردهای، در واقع سرکه یکی از درمان های رفع این هست. من این رو با تقریبا نصف لیوان سرکه و سه قاشق نمک این ماساژ میدم، میذارم یه کمی بمونه، بعدش میشورمش، اون موقع دیگه آماده هست برای استفاده کردن. این حدودا سه قاشق نمک هست، ببینید بیشتر از نصف لیوان سرکه. حالا این باید به این صورت تو این سرکه و این هم ماساژ داده بشه. در حدود 5 دقیقه ماساژ دادم، الان دیگه اصلا اون بوی شکم و این چیز اصلا نیست، بوی سرکه بهش خالده. الان این رو پر آبش میکنم و میذارم تا یه مدتی بمونه، یک ساعت، دو ساعت، هر چقدر که بیشتر بمونه بد نیست. دوستان توجه کنید، این مرحله که بعد از در واقع یه دو ساعتی، سه ساعتی در آب سرکه و نمک بود، من اینا رو جدا کردم و به این صورت تمیز و سفید خوشگل در اومده و اصلا بویی نمیده. در واقعیت این الان آماده هست که اگه همین الان خواهید بپذیرید میتونید بذارید برای پخته بشه، میتونید هم به همین حالت این رو هم بچینید و توی فریز بذارید، هر زمانی که احتیاج دارید استفاده کنید. امیدوارم که این فیلم مورد استفادهتون قرار بگیره و اگر سیراب شیردونی خواستین تمیز کنین همین روش رو استفاده کنین، چون خیلی ساده هست و خیلی راحته. لطفاً سابسکرایب و کامنت یادتون نره. در یک فیلم دیگه طرز پختن اون رو به یک روشی که خیلی خوشمزه باشه بهتون نشون میدم.
به امید دیدار با یک ویدیو جدید دیگه.